حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان همراه ما هستند تا تحلیل ایشان را پیرامون این گزارش بشنویم. آقای نیکو سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای نیکو، با هم گزارش رو دیدیم. از نظر شما چه راهکار بین المللی مؤثر برای حل مشکل مسلمانان روهینگیا و تن دادن دولت میانمار به رعایت قواعد بین المللی و مسائل حقوق بشری وجود داره؟ بفرمایید. درود بر شما و بینندگان عزیز. ممنون. عرض شود که مسئله مسلمانان و به طور کلی اقلیت‌ها در کشورهایی که به هر حال ساختار دموکراتیک ندارن همواره با مسئله تبعیض و خشونت‌های قومی و مذهبی روبرو بوده که این در واقع مسلمان‌ها هم از این واکنش، از این شرایط در امان نبودند. بنابراین اون چیزی که واضح هستش میتونه فشارهای بین المللی از طریق سازمان ملل و یا کشورهایی که به هر حال میتونن تاثیرگذار باشن، کشورهای اسلامی در این میان نقش بسیار مهمی میتونن ایفا کنن، تحریم‌های بین المللی هم میتونه تاثیرگذار باشه و به نوعی شرایط رو هم باید در کشور میزبان پناهندگان کشور بنگلادش میتونن به نوعی شرایط رو بهبود بدن از طریق کمک‌های بین‌المللی تا پناهندگان مسلمانی که به این کشور گریخته‌اند بتونن از حداقل امنیت جسمی و روانی برخوردار باشند، به ویژه اینکه در این میون ما با مسئله شکنجه، مسئله تبعیض و قاچاق انسان هم روبرو هستیم که کودکان و زنان مهمترین قربانیان این شرایط هستند. تشکر از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل که از کل آلمان همراه ما بودند و تحلیل خود را پیرامون این موضوع ارائه دادند.